خب په آریانا نیوز کې ستاسو پام راګرځوم. آغاز روزه خپرونې ته چې بیا هم تر راتلونکو دوو ساعتو دوام کوي، زما همکار بابر آیدین به درته وړاندې کړي. آیدین صاحب سلام او مهرباني وکړئ. سلام، شما خسته نباشین و سلام و صبح بخیر بر تمام بینندگان گرامی تلویزیون آریانا نیوز. مننه کوم. بسیار تشکر. صدها تن از شهروندان افغان با راه اندازی تظاهرات حکومت را به بی‌پروایی برای رهایی مسافران روبه داشته است. چنگ طالبان در شاهراه کندز بدخشان متهم کردند. تظاهرات کنندگان ادعا دارند که شورای امنیت ملی به مرکز ایجاد تفرقه میان اقوام و حمایت از طالبان مبادل شده است. در این مورد گزارش داریم و پس از آن به این بحث خواهیم پرداخت. عدالت خواهی برای مسافرانی که در شاهراه کندز بدخشان از سوی طالبان به گلوله بسته شدند و یا هنوز هم در قید این گروه قرار دارند. صدها شهروند افغان روز جمعه در کابل با شعارهای ضد طالبانی رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به خاموشی برای رهایی مسافران ربوده شده از سوی طالبان در کندز متهم کردند. آنان خواستار راهکار عملی حکومت برای تأمین امنیت جان مسافران و به دادگاه کشاندن مسئولانند که در این زمینه کم توجهی کردند. اما این تظاهر کنندگان چهره های را در حکومت و شورای امنیت کاخ ریاست جمهوری به حمایت از طالبان و همدستی با گروگانگیران متهم می کنند. رای رهایی شهروندان مسافر که هنوز در گرو طالبان مزدورند اقدامات عملی شده و مسافران به صورت زنده و سلامت هر چه زودتر آزاد شوند. دو، مسئولین دولتی که در این راستا غفلت و کارشکنی کرده اند پس از برکناری باید به دادگاه کشانده شده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. مرکز توطئه و نفاق و شرارت شورای امنیت شده. عده‌ای در شورای امنیت نشسته هستند، طالبان را حمایت میکنند و تلاش میکنند که به طالبان مجال بیشتر فراهم شود. معترضان که برای رساندن صدای گلوهای بریده گروگانان به رهبران حکومت صدها متر جاده را قدم زدند، اما پلیس مانع ورود آنان به نزدیکی ریاست اجرایی می شود. ممانعت پلیس سبب بروز خشونت گردید که در نتیجه شمار از مظاهره کنندگان نیز زخمی شدند. در برابر طالبان کارمان فقط جنگ. او سری ما را میبره، ما که نمیتونیم که گل ببریم برش تحفه بدهیم. اما تو که سر ما را میبره، اما تو باید سرش را ببریم. اما کاخ ریاست جمهوری حمایت حلقات در شورای امنیت از طالبان و تلاش های این شورا برای ایجاد نفاق در میان اقوام را رد می کند. در ملی وحدت حکومت در افغانستان در طول قومون چه استازی توب کوي. در افغانستان در طول قومون ترمنز در ورورولی در فضا در مستقور لپاره کار کوي. در افغانستان دشمنان دی شهید افغانستان در ورون قومون ترمنز در نفاق و دشمنی تخم کوي. طالبان نزدیک به دو هفته پیش حدود 200 مسافر را در شاهراه کندز بدخشان را بودند و پس از بازرسی 11 تن این مسافران را کشتند و شمار را با خود بردند. طالبان مدعی‌اند که برای تشخیص نیروهای امنیتی و غیر نظامیان از سیستم بایومتریک استفاده می کنند. ادعایی که به شدت از سوی وزارت داخله افغانستان رد شده است. پیش از آن که به این بحث بپردازیم، خبر تازه‌ای که کنون به دسترس ما رسیده، صبح امروز گذرگاه تورخم برای آبرین باز شده است و یک منبع که برای نیوز میگوید آبرین میتونند بدون کدام چالش از این راه عبور و مرور کنند. و برای بحث بیشتر آقای هارون صمیمی فعال جامعه مدنی در استودیو حضور یافتند. آقای صمیمی خیلی خوش آمدین. اگر به این قضیه از یک بود دیگر داخل شویم، در گزارش‌ها طالبان مسلح و دیگر گروه‌های حراس افغان بیشتر حملات انتحاری یا انفجار را میکردن و مسئولیتشان به عهده میگرفتن، اما چرا در این اواخر بیشتر به گروگانگیری افراد ملکی و غیر ملکی آنهم در شارها پرداختند؟ خب سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون آریانا نیوز. صبح هم بخیر. خب به پاسخ به سوال شما باید ارائه کنم که طالبان و دیگر گروه‌های شورشی همیشه در صدد از این بودند که ثبات و صلح و امنیتی کشور ما را همیشه بر هم بزنن تا بتوانن اهدافی که پشت پرده دارن به او اهداف خود نائل بین. ان قریب در این اواخر دیده می شود که طالبان پالیسی
جنگ خود را تغییر دادن در قبال افغانستان، معمولا یا در این اواخر کوشش میکنن که از تکتیک گروگانگیری بتونه که بالای دولت بالاخره مردم فشار وارد کنه تا بتونه اهداف پلیدی که پشت پرده دارن بتونن به اهداف خود برسن. طالبان با این کارهای خود میتونن به چند اهداف نائل بشن. یکی که طالبان شگاف قومی که در بین افغانستان فعال هست میخوان این را درشتر و تجدیدتر بکنن تا بتونن با تفریق و با جدا شدن این اقوام بتونن به خواسته های خود از این طریق نائل بشن. دومی که طالبان یکی از اهداف اساسی طالبان این است که ترس و بیم در بین مردم را بندازه. و سیومی که طالبان میخواین بسیج افکار عامه را بسیج کنن علیه حکومت وحدت ملی. این کارهای طالبان است که باید آورشین. پس چرا دیروز فعالان جامعه مدنی شورای امنیت ملی را متهم میکنن به این کارها؟ خب در کل ما میدونیم که پشت پرده معاملات صورت گرفته که شورای امنیت مقصر دانسته شده. در کل در این اواخر شورای امنیت پیرامون امنیت سمت شمال و ولایت شمال، شهرهای شمال همیشه غفلت کردن و همیشه ما شما شاهد بودیم که در عملیاتی که نیروهای امنیتی همیشه علیه طالبان و بالاخره تورستان انجام دادن، در نقاطی نبرد که رسیدن رو از طرف شورای امنیت و بالاخره از طرف مقامات بالارتبه حکومت وحدت ملی همیشه مانی عمله و تاختاز بالای شورشان شده از طرف مقامات بالا. پس شواهد هم نشان داده که بالاخره شورای امنیت به نوعی در این پروسه ها در این ناامنی ها بالاخره در ناامنی سمت ولایت شمال و شهرها به خصوص شهرهای شمال نقش بسزایی داشتن. این اسناد در دست شما رسیده؟ دقیقاً اسناد به شکلی ملموس به ما نرسیده، ولی که بازم شواهد و آثاری که دیده شده وجود نداره در این مورد. دقیقاً اسناد شایعات وجود داره، ولی که ما مطمئن هستیم که پشت پرده ممکن این بحثا وجود داشته باشه. و بالاخره صبر شهروندان کابل و دیگر شهروندان دیگر ولایت لبریز شد و شما هم برآمدین در جاده ها ریختین تا بنه و بالای حکومت و نهادهای مسئولان امنیتی شما فشار وارد بکنین. فکر میکنین که این گونه حرکات میتونه بنه و بالای حکومت فشار وارد شود تا برای جلوگیری از این گونه واقعات ها یا حادثات بیشتر توجه بکنن؟ خب معمولا نتایج نشان داده که تجمعات و گردمای و تظاهرات همیشه یک قوه فشار بالای حکومت بوده. این قوه فشار میتونه که اراکین بلندرتبه دولت بالاخره حکومت حداقل تکان بده که غفلت وظیفه ای نکنن. دقیقاً این تجربه در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم وجود داشته. حداقل که فعلا ما حرکاتی که انجام میتیم بالاخره تظاهرات مدنی که انجام میتیم به خاطر خواستای مشروع ما که حق ماست، در کل حداقل که دولت اگر عملا کاری نکنه بالاخره بازم یک تکان میتیاره تا از خواب غفلت بیدار شوند و بالاخره به مردم. اما فکر میکنید که اینها دست به کار خواهند شد؟ مسئولان امنیتی، مخصوصا مسئولان که در کابل اینا قرار دارن، مسئولان درجه یک و درجه دو در بخش امنیت؟ صد درصد ما تقریبا گردمایا و راهپیمایا خود شروع کردیم و ایرا پایمایا ادامه داره تا وقتی که ما به نتیجه مطلوب نرسیم و دولت هم به ما پاسخ مثبت ارائه نکنه، ما به تظاهرات خود و اعتصابات خود در آینده ادامه میتیم و انشالله ما از دولت هم تقاضا داریم تا دایی به پیرامون این بس حداقل تکان بخورن، بس دیگه مردم تکه تکه کردن، دیگه مردم دیگه فقان آمده، حداقل باور به خدا کنین که افراد و اشخاصی که در سمت شمال خانه هاشون است، مسکنشون است، در کابل وظیفه دارن بالاخره محصل هستن، ما با یک تعداد چون دیدیم باور به خدا کنین که جرات نمینن که ما رخصتیشون است برن به خانه های خود با فامیل های خود یک جایشان به بالاخره به عید برن، به تفریح برن. پس این بسیار یک دغدغه بزرگ است. دولت باید یک راهکاری درست روی دست بگیره تا بتونه امنیت شهرها را تامین کنه تا بتونه مردم به سهولت به آرامی برن. همین نتیجه تظاهرات دیروزتان چی هست؟ خب ما دیروز تظاهرات انجام دادیم تا بتونیم یک حداقل دولت اگر در خواب غفلت رفته فرود رفته بالاخره ما او را بیدار کنیم.
ما اعلامیه صادر کردیم مبنی بر اینکه باید شورای باید امنیتش گرفته شود. گروگانایی که متباقی در دست شورشی ها و طالب وجود دارن و به شکل صحیح سلامت به فامیلشون برگردانده شدن و همچنان مقامات دولتی که در وظایفشان غفلت کردن داخل و به سمتشان به دور شدن و بالاخره به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدن. پس دولت باید در پیرامون امنیت شورای نه تنها شورای سمت شمال بلکه تمام شورای افغانستان باید راهکاری جنگی خود پالیسی جنگی خود حداقل تغییر بدن و ایده به تصمیم بگیرن که تصمیم قاطعانه دراز مدت و عملیاتی باشه و همچنان میتونه دولت با راه اندازی گزمه های سیار در شورای کشور و همچنان عملیات منظم بتونن برای تامین امنیت سمت شمال بتونن امنیت بگیرن تا مردم به سهولت شعارهایی که شما دیروز هر میدادین چی بود آقای سلیمی؟ شعارهایی که در کل در تظاهرات دیروز ما معمولا سر داده میشد امنیت خواستن بود، عدالت بود و همچنان در کل مقامات دولتی را به طور مثال به غنی را به تعصب پدر تعصب گفتن و حتما را به پدر توتیه و دکتر عبدالله را پدر معامله در کل این شعارهایی بود که از طرف مردم بلخ از طرف ما شعار داده شد. و چرا یک حرکت را شما برا نمیاد از اینکه در پهلوی دولت استاد شده از مردم بخواین که در این زمینه با دولت همکار باشند؟ مثلا گرانگانگری که در این اواخر در شورای کندوز و تخار صورت گرفت گفته میشه که 7 ساعت یا 8 ساعت طول کشیده این واقعه اما کسی به دولت خبر نداده. خب یکی از گروگانگری که در اخیرا در شورای کندوز و تخار رخ داد تقریبا 47 نفر از مسافرین ربوده شد که این تصادف این اختطاف و بالاخره این گروگانگیری از طرف طالبان دقیقا از 2 کیلومتری پوسته امنیتی این حادثه صورت گرفته. پس در رأس بالاخره در رأس نهادهای امنیتی و نهادهای کشفی خیلی سالنگاری وجود داره و نمیدونم که یا قصدن این کار میکنن که اصلا پوسته ها خیلی نزدیک است. در شورای شما برین من مطمئن هستم که پوسته ها وجود داره ولی که این که پوسته ها چی معاملی در پشت پرده انجام میتن و مردم به فلاکت و بالاخره به دردسر مواجه میکنن نمیدونم که مقامات بالا بالاخره به خاطر چی در کرسیایی چه امنیتی نشستن و به خاطر حفظ جان و مال مردم یا شعار میتن که ما کار فعالیت مینیم که اصلا این بحث هیچ وجود نداره و مطمئن هستم که غفلت 100% از در نیروهای کشفی بالاخره وجود داره که باید خیلی دقیق باشه و دولت توجه کنه. برای جلوگیری از این گونه واقعات ها مردم چقدر نقش دارن؟ خب مردم همیش نقش خود در رساندن و بالاخره در ایجاد یک فضای امن و حکومتداری خوب با دولت میتونن همکار باشن. این همکاری میان دولت و ملت وجود داره؟ فعلا من مطمئن هستم که مردم این بحث پیرامون همکاری با دولت دارن ولیکن این که خبرها که از طرف حکومت یا نهادهای امنیتی کدام اقدامی صورت نمیگیره باز هم ضعف حکومت بخش مثلا چی اقدام از سوی دولت باید صورت بگیره؟ دقیقا من قبلا اشاره کردم که شورای کشور بخصوص شورای شمال نیروهای امنیتی میتونن که با گزمه های سیار با راه اندازی پوسته ها که دقل فاصله پوسته ها بسیار کم باشه و بتونن این پوست ها با هم در ارتباط باشن و همچنان گزمه های سیاره که مسافرین بتونن و به شکل نرمال از شهرها و به نقاط که یا میخواین برسونن و همچنان در ضمنش میتونن نقاطی که آسیب پذیر از در این شهرها دولت بتونه یک عملیات منظم و پلانیزه شده را طرح کنه و به مورد که کدام تهدید دیده میشه از طرف شورش ها یا خبر کشفی که میرسه برشون اقدام عملی کنن
نه ای که بشینن دست به دست و بالاخره تا وقتی که حادثه صورت نگرفت یا دست به کار نشن. پس این نتیجه مطلوب نداره. بازم اگر بحث ادامه بیافته دولت تکان نخوره کدام پالیسی خود تغییر نده، فعلا پالیسی که وجود داره پالیسی مطلوب نیست به خاطر امنیت شورای کشور. شما فکر میکنین که تا هنوز دولت در این زمینه دست به کار نشده؟ فعلا به ما کدام راهکار و بالاخره کدام تغییری که در روند پالیسی از یا آمورده باشن پیرامون گرفتن امنیت سمت شمال و شورای بخصوص شورای هم شمول ما از طرف دولت به شکلی ملموس نیست. و شما میتونین که با راه اندازی این گونه تظاهرات ها بالای دولت به نحو فشار وارد بکنید؟ دقیقاً ما این تظاهرات ما اما شما میاین آقای اشرف غنی رئیس جمهور کشور را پدر تعصب، همچنان آقای عبدالله را معامله‌گر و آقای حنیف اطمر را هم شما توطئه‌گر خطاب میکنین، با این حال چگونه میتونین که فشار وارد بکنید؟ خب ما قبلا بازم اشاره کردم که ملت است که خب یا غفلت صورت گرفته از طرف یا ملت حق داره. من هستی کسی که به یاد رای داده شده یا در انتخابات انگشتای از یا بریده شده یا به شکل قاطعانه حق دارن ملت که یا را در عدم انجام اموراتشان یا را بالاخره وادار بسود از طریقای مختلف تا بتونن یا وارد امو اصل هدف یا اصل وظایفشان که هست به خاطر آوردن امنیت و بالاخره از جان من مردم بالاخره به هر نوع فشاری که وارد مینن حق دارن مردم. ولیکن ای که دولت به شکلی سمتی و قومی و گروهی عمل میکنه این کار ما به هیچ نگاهی قبول نمیکنیم و معمولا بحثی به سمت شمال داره قومی شده روان است و از دولت بخصوص کسایی که در رأس حکومت قرار دارن تقاضا داریم که افغانستان خانه کلگی است، خانه تمام افغان است. هزاره، پشتون، تاجیک، ازبک، ایماق، هر کسی که است در این ملت حق دارن و در هر نقاطی مملکتی که زندگی میکنن باید از نگاه امنیت، از نگاه حفظ جانشان، مالشان مسلم که باید دولت زمینه خوب زندگی برشان مهیا بسازه و تعصب و سمت و بحثا را راه نندازن که نه نتیجه مطلوب به هم دارن. قبلا ارگ ریاست جمهوری این حرفا را کلا رد کرده. خب بازم حرکاتی که در سمت شمال وجود داره دقیقاً دیده میشه که این بحث‌های قومی داره شده روان است. اگر این بحث جلوگیری نشه ما مطمئن هستیم که شگاف‌های عمیق قومی در میان اقوام افغانستان ایجاد میشه که خیلی پیامد ناگوار داره. ما مطمئن هستیم که افغانستان برای صلح و ثبات نه بلکه به نابودی و بدبختی خواهد کشاند. برخورد نیروهای امنیتی افغان یا پلیس که در محل وجود داشت با شما چگونه بود دیروز؟ خب دیروز تقریبا در آخرایی که تجمع ما دارد در حال ایرادی امو قطنامی خود بودیم، نیروهای امنیتی ما را اجازه نمیدادند که ما بالاخره بیشتر به موقعی که میخواستیم ما بریم و بالاخره مانع ما به شکلی زور و شتم شدند که حداقل با پراگندگی که در اوجا وجود داشت عمله کردن بالای تظاهرات کننده که حق مدنی مردم است که باید تظاهرات مدنی انجام و هیچ تظاهرات ما خیلی سلامیز و مدنی واقعا. شما از قبل هماهنگی داشتین با دولت افغانستان یا با وزارت داخله یا حوزه‌ای که در هانجا موقعیت دارد؟ خب طبعا هیچ تظاهرات و هیچ گردمایی نمیشه که در عدم موافقت با نیروهای امنیتی قرار نگیره. این بحث شده بود ولیکن ما تا زمان آخر دست به خشونت نزدیم و این حرکت خیلی حرکت مدنی بود. ما میخواستیم سا آرامانه از دولت خود تقاضا بکنیم و راه پیمایی خود به شکلی حق ما بود، ما را میخواستیم ادامه بودیم. یکی دولت چشم کور داره، همیشه ملت به رد کرده و نپذیرفته، این خیلی جای شرم‌آور است و دیروز واقعی که رخ داد دسته جوان ما که واقعا از طرف نیروهای امنیتی ما خشونت از سوی کی صورت گرفت؟ خشونت از طرف نیروهای امنیتی صورت گرفت. ما نیروهای امنیتی خوب ما کوشش کردیم که برابرشان تماس گرفتیم که ما هدف ما کدام بس نیست که ما خشونت را اندازی کنیم. ما اینجا به خاطر آواز مردم و آواز توده های مردم اومدیم. پس و نمیدانم که از طرف ردا بازم از طرف ردای بلندی حکومت بالاخره وزارت داخله بر ما تختساز صورت گرفت، امر داده شد که باید ما را بالاخره برانن و با عطاب جنگ فیزیکی از طرف نیروهای امنیتی شتم بود. از سوی شما به طرف نیروهای امنیتی افغان سنگ پرتاب شده بود؟ اصلا شما در رسانه وجود داشت،
سنه فلم برداری صورت گرفته، تصویر برداری شده. هر کس که اداره میکنه خیلی مرد میکنم و بسیار تا از طرف ما یک واقعا یک تظاهرات پیور مردمی و مدنی بود. پس چرا پلیس با شما این گونه برخورد کرد؟ خب در کل دولت همیشه قبلا هم اشاره کردم که همیشه به خواستهای مردم لبک نگفته. مردم همیشه یک توده یا بالاخره یک توده به خود جدمین گویا که همیشه در صدد برانداختن و بالاخره مزاحمت به دولت است که این بحثشون خیلی بحث پوچ و بی‌معنوست که اصلا جایگاهی نداره. این مردم است که این مردم بالاخره در این اریکای قدرت رساندن و معمولا یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی مردم است و بالاخره تظاهرات هم یکی از حقوقی از افراد است که باید هر وقتی که میخواهد تظاهرات خود انجام بده، ولی که در فضای امن و در فضای بسیار صلح و در فضای عدم خشونت که این کار در حرکت دیروز ما دیده شده بود. و شما فکر میکنین که فقط این گونه حرکات ها میتونه بالای دولت فشار وارد بکنه؟ 100% دیگر راه هم وجود داره؟ 100% ما تظاهرات خود و راهپیمایی خود شروع کردیم. ابتدای بحث ما بود و ما مطمئن هستیم که اگر دولت به خواستهای ما لبک نگویه و پیرامون آوردن امنیت در سمت شمال توجه خاص مبذول نکنن، ما مطمئن هستیم که تظاهرات و گفتگوها و بالاخره راهپیمایی بعدی را تنظیم خواهیم کرد و انشالله تا زمانی مبارزه جان در تنمون است مبارزه میکنیم تا حق حقوق مردم و حق حقوق کسانی که پامال شده و بخصوص گروگانگیری که در سمت شمال وجود داره تا این بحران گروگانگیری را ما از بین نبریم، ما دست از کار نمیکشیم. در گذشته ها هم از سوی فعالان جای مدنی در کابل یا در برخی از ولایات دیگر افغانستان راه اندازی های صورت گرفته، اما آنقدر نتایج مثبت را در پی نداشتم. پس شما چقدر خوشبین هستین که حالا این اعتراضات را که شما برام میاندازین یا اگر دولت دست به کار نشه برای جلوگیری از گروگانگیری از سوی طالبان مسلح دیگر هم شما با حرکاتتان ادامه میتین، چقدر خوشبین هستین که این حرکات تا نتایج مثبت را در پی داشته باشه؟ معمولا تظاهرات و بالاخره گردمایی ها که از طرف مردم تودهای مختلف مردم صورت میگیره، یگانه راه فشار، یگانه راه استدای حق و حقوق مردم امین گردمایی ها فعلا است و دولت مکلف است که به خواستهای مردم، به خواستهای افراد اشخاصی که اینها را به این سمت رساندن توجه خاص داشته باشند و انشالله من مطمئن هستم که اگر در رده های بزرگ حکومتی و بالاخره دولت اگر کار نمی کنن، اگر کار نمی کنن بالاخره ما به طوری که قبلا به شما اشاره کردم ما این گردمای و تظاهرات خود ادامه میتیم تا زمان ادامه میتیم که دولت گوش شنوا و چشم بینا پیدا کنه. سپاسگزارم آقای هارون صمیمی فعال جامعه مدنی از اینکه در بحث ما حضور گرفتید. سلامت باشین. شما خوش. از همتون تا ایدم سپاسگزارم و ادامه برنامه آغاز روز را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید و حالا هم من بابر آیدین در خدمت شما قرار دارم. گفته می شود که 500 تن از کارگران معدن زغال سنگ کرکر که در بغلان موقعیت دارد را پیمایی کردند و چون که اینها از کارشان سبکدوش شدند و حالا خواهان کار شدند. حالا فکر می کنم که در جاده هام ریختن. همکارمان آقای زاکر نوری در خط تلفن وصل هستند، در مورد این خبر بیشتر پرسال می کنم. آقای نوری سلام، صبحتان بخیر. همکار عزیز صبح شما بخیر و از بینندگان برنامه آغاز روز هم بخیر. سپاسگزارم. مسئله از چه قرار است و حکنون وضعیت بغلان چی هست؟ چگونه است؟ تشکر. از چند روز بعد این سوابازه های بر کناری حدود 500 از کارگر فابریکه تولید زغال سنگ کرکر بود و این چند باری هم که در نشست های مختلف همراه شورای ولایتی و ولایت و خود فابریکه داشتن به توافق نرسیدن و حالا اینا راهپیمایی کردن و ادعا دارن که همه اینا را فابریکه افغانکل، این فابریکه سمنت غوری پلخمری که مربوط به بخش خصوصی میشه، اینا را جواب داده و از کار برکنار کرده
و اینا همواره تقاضای کار دارن از حکومت و از حکومت مرکزی میخوان که بداو اینا برسد کنه، یا هر کدام میخوان نانوار پنج پس به خانواده هستن و همه به جدا برآمدن. حدود نیم سال همراه شمال بسته بود و در حال حاضر را باز شده و آمدن داخل فابریکه سمنت غوری تا اینکه با مسئولین این فابریکه صحبت بکنن و به نتیجه برسن. آقایلوری عواملش چی بودن میتونن؟ چرا اینها از کارشان برکنار شدن؟ شما در این مورد هم پرسپال کردین؟ خب حتما تا هنوز نهادهای رسمی در رابطه به موضوع صحبت نکرده، اما مشکلات و تالفایی که در قبل بالای فابریکه رونما شد امی بود که چند وقت پیش حزب اسلامی بالای فابریکه بالای امی خود معدن زغالسنگ کرکر هجوم آورد و بخشای از این فابریکه را از این زغالسنگ متضرر ساخت و بعض ادعا داشت ریاست فابریکه سمنت غوری که با سایت شانه جنگ افزارای شانه که برای محافظان امنیتی بود اونا را با خود بردن و از طرف دیگه یک تعداد کارگرایشان هم به گروگان گرفتن که قبلا رها شد، اما دوباره امنیت ملی در یک عملیات شبانگام این فابریکه زغال سنگ و یا معدن زغال سنگ دوباره به تصرف حکومت در آورد و در اختیار فابریکه سمنت پل خمری قرار داد. دیگه پالشا عظمی قرار است و تا هنوز در رابطه به این راهپیمایی و جواب این کارگرها از سوی فابریکه سمنت غوری از سوی مسئولین رایه نشده و در حال حاضر مواد سوختش را فابریکه سمنت غوری از دری سوف ولایت سمنگان میاره و به گفته این کارگرها مصارف تولید و مصارف استخراج و تامین امنیت این فابریکه اگره برای سمنت غوری مشکل آفرین است. این میتونه که بنر خرزانتر زغال سنگ مورد نیاز خود است در ایسوف و سمنگان بیاره، به می دلیل اینا را جواب داده و اینا زمانی که راهپیمایی کردن آمدن طرف سمنت غوری پل خمری در به فابریکه در به ریاست تصدی زغال سنگ شمال هم بسته کردن و برطن فابریکه سمنت غوری آمدن. تا هنوز اینا هم اینجا جمع هستن و نتانستن که با مسئولین فابریکه در تماس شدن. آقای نوری، پس این فعالیت معدن زغال سنگ باز مانده یا حالا هم فعالیت داره؟ خب زمانی که اینا حدود 500 کارگر هستن همش به اینجا بیان بدون شک اونجا تولید نیست. از طرف دیگه ما که در فن سمنت غوری هم قرار داریم، اینجا هم ظاهرا دیده میشه که بچه دلیل تولید نداره به دلیل از اینکه همین دودکشایی همه متوقف است، این نشانه از تولید دیگه دیده نمیشه و در کل تقاضای می کارگرام از حکومت مرکزی نیست که با مشکلشان رسیدگی بکنن، چون هر کدام از این ناناور ده سرایال است. آقای نوری، مخاطب اینها کی است فعلا؟ مخاطب اینا حکومت مرکزی که چرا این فابریکه را به بخش خصوصی تحویل داده، مخاطب از اینا همی سهامدارای تصدی زغال سنگ شمال ببخشید تصدی یا همی افغان کل که چند معدن زغال سنگ و دو فابریکه تولید سمن مربوطشان میشه، مخاطبشان امینا است و از حکومت مرکزی میخواین که بداد اینا رسیدگی بکنه. به دلیل از اینکه تماسایی را که با این مسئولین داشتن جواب قناعت بخش نگرفتن و بالاخره اینا را جواب داده و گفته خود این کارگرا و باید حکومت مشکل اینا را حل بکنه، چرا که در شرایط کنونی بیکاری 500 کارگر خودش فاجعه بار میاره و خودش برای خانواده و برای مردم بغلان یک مشکل کلان است. بله، فکر میکنم شما هم در محل قرار دارید و صدای تظاهرات کنندگان هم به گوش میرسه. شعارهای اصلی این مظاهره کنندگان چی هست آقای نوری؟ شعارشان عمده ترین شماکار میخواییم، لطفاً خائنین این فابریکه را از گرو خود رها بکنن، حیا بکنن و مردم و یا خانواده های شخصی را بیکار نسازن. از جمله شعارهایی هست که همواره فر میتن و خواهان عدالت برای خانواده هستن و از حکومت هم میخواین که به مشکلشان رسیدگی شود. آقای نوری، سپاسگزارم از اینکه شما حضور شدین تا جزئیات بیشتر ارائه کنیم. ممنون. سپاس از شما و از بینندگان آریانا. سپاسگزارم. یک میان برنامه کوتاه داریم و پس از آن در خدمت شما قرار خواهیم گرفت.
دوباره خوش آمدید و ادامه برنامه آغاز روز است. من بابرایدین همچنان در خدمت شما قرار دارم. از 5 روز بدین سو گذرگاه تورخم برای آبرین مسدود شده بود و در جریان این 5 روز آبرین با چالش های گوناگون مواجه شده بودند، چون جنگ میان مرزبانان افغان و پاکستانی در گذرگاه تورخم جریان داشت و حالا گفته میشه که صبح امروز در البته ساعت 8 این گذرگاه دوباره بر روی آبرین باز شده است و با پاسپورت آنهایی که ویزه پاکستان درج است میتونن بدون هیچ چالش به پاکستان سفر کنن و از گذرگاه تورخم عبور کنن. برای بحث بیشتر آقای محمد ایوب حسین خیر، رئیس ارکان پلیس سرحدی در زون شرق، از طریق خط تلفن وصل هستند. آقای حسین خیل سلام، صبحتان بخیر. زنده باشین. رای که از طرف تقریبا 5-6 روز برای مسافرین مسدود بود، امروز ساعت 8 بجا با تفاهم در با مقامات پاکستان را باز شد. مسافرین و وسایط رفت آمد میکنه، کدام مشکل نیست. وضعیتی که فعلا نظامی بود علی، وضعیت لیلان هم نرمال شده، کدام مشکل نیست. مسافرین با وضعیت نرمال رفت آمد میکنه. آقای حسین خیل، این گفتگوها از توی کیها صورت گرفته؟ یا کسی از حکومت مرکزی بعد آنجا سفر داشته، یا فقط از توی کسانی که در سرحد مسئول هستند این گفتگوها صورت گرفته؟ نه، سرحد قبلا وظیفه خود اجرا کرده، حالت نظامی، چون ما نظامی هستیم. مشکلی که از طرف پاکستان پیدا شده بود تعرض کرده بود سر جزء تمامی ما، دفع کردن و جواب دادن مسئولیت ما بود. رای اعلام شدن و مشکلات باز کردن به مشکلات اساس تب تلاش دیپلماتیک مشکل حل شد. بله، پس این از سوی حکومت مرکزی این مشکل حل شده. در جریان این 5 آقای سرخیل، در جریان این 5-6 روزی که این گذرگاه برای آبرین مسدود شده بود، آنهایی که میخواستن به پاکستان سفر کنن یا مریض داشتن برای مداوا میرفتن، وضعیتشان چگونه بود؟ به هیچ نوع رفت آمد نمیشد، چون اینجا حالت نظامی بود. مسافرین در جعبات بود و باش داشتن، در اینجا کسی نبودن. مردم که خبر شد امروز ساعت 8 بجه را اعلام شد، خدا رساندن و از امیره عبور کردن. حالا چی تضمین وجود داره که باز همین تنش ها دوباره اوج نگیره میان مرزبانان افغانستان و پاکستان؟ بر شما بهتر معلوم است که افغان هیچ وقت هیچ وقت جنگجو نیستن، جنگ خوش نداره. و بالای جزو تامه پولیس سرحدی و افغانا که کسی تجاوز میکنه، میخواه که یارو زیر تاثیر خود بیا و مقابلش دندان شکن جواب میده. و حالا وضعیت نرمال است در تورخم؟ بله، وضعیت نرمال است. بسیار حالت نرمال، ما اینجا بدوباش داریم و گشت گذار میکنیم، کدام مشکلی نیست. و کیها بیشتر میتونن که از این گذرگاه عبور کنن؟ کسانی که ویزه پاکستان را دارن یا کسانی که ویزه ندارن هم میتونن که برون به پاکستان؟ کسانی که ویزه پاکستان را دارن، قدم اول خوان مریضا که بود اونا را اجازه دادیم، و در قدم دو کسانی که ویزه و پاسپورت و وسایط بربری هست اونا را کرد. سپاسگزارم آقای محمد ایوب حسین خیل، ممنون. سلام علیکم. سپاسگزارم. پاکستان از دو مقام افغان دعوت کرده است تا برای حل مشکلات ایجاد شده میان دو کشور در خط مرزی تورخم به اسلام آباد سفر نمایند. سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی نخست وزیر پاکستان روز گذشته در گفتگو با پارلمان کشورش گفته است که از حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان دعوت نموده تا به اسلام آباد سفر نمایند و برای حل مشکلات ایجاد شده میان دو کشور با مقامات آن کشور گفتگو نمایند. عزیز در این گفتگو همچنان ابراز داشت که کشورش در مورد اعمار تاسیسات در تورخم به کابل خبر داده است. گزارش داریم. به دنبال درگیری میان مرزبانان افغان و پاکستان، مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان از حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان دعوت کرده است که با پاکستان بیایند و تنش‌های مرزی را از طریق گفتگو حل بکنند. اما کابل این دعوت را رد کرده، ولی هیئت را به ریاست معین وزارت خارجه به پاکستان خواهد فرستاد. در این مرحله هیئت به رهبری معین وزارت امور خارجه به کشور پاکستان جهت پیشبرد این مذاکرات سفر کند. یعنی بعدها آقای اتمر اگر نیاز شود با وزیر خارجه خواهد رفت پاکستان؟ فعلا پیش از وقت است که در مورد بعدها گپ بزنیم. در این مرحله بر اساس خواست و دعوت پاکستان، هیئت افغانستان به ریاست معین وزارت امور خارجه افغانستان سفر خواهد کرد.
حمایت میکنم از ریاست جمهوری و جوابی که به پاکستانی ها دادن که مقامات بلند رتبه افغانستان نمی آید دیگه به پاکستان. این خود از این نشان میده که دولت افغانستان امروز به دورنگی و فریبکاری پاکستان پی برد. اگر معین افغانستان هم، معین وزارت خارجه افغانستان هم به پاکستان بره و برخورد سیاسی ما مثل قبلا باشه، این جام زهریه که دولت افغانستان می نوشه، به خاطر که بارها و بارها پاکستانیا سیاست دوگانه داشتن با افغانستان. دیدگاه های دیگر این است که رفت آمد میان دو کشور هیچ درد را درمان نمی کند و نیاز است که کشور و یا مرجع سومی پادر بیانی کند. ما نیاز از این را می دانیم که در این مرحله اساس که دنیا در کنار مردم افغانستان است، افغانستان میتونه از گزینه های مراجعه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت و شورای امنیت جهان و در این حال کشورهای قدرتمند امریکا و چین و کشورهای همسایه و خصوصا کشورهای اسلامی مثل ترکیه و عربستان و سعودی در واقع در صدد راه حل بوده باشد. همزمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تلاش ها برای حل تنش های مرزی با افغانستان به شدت جریان دارد. برای بحث بیشتر اینجا آقای محمد عمر عیار، رئیس حزب افغانستان واحد، در استودیو حضور یافتن. آقای عیار، به برنامه خیلی خوش آمدین. و امروز 8 صبح گذرگاه تورخم دوباره برای آبرین باز شده است، اما جنگ تورخم نشان دهنده چی بود و ملامتی مقصر اصلی کی بود؟ چون پاکستان بار ملامتی را بالای افغانستان میپردازه و افغانستان هم بار ملامتی را دوباره بالای پاکستان میاندازه، مقصر اصلی کی بود اینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب شما، همکارای تکنیکی شما، بیننده های تلویزیون، اصلا مشکل اساسی را پاکستانی ها ایجاد کردن به خاطر از اینکه حتی از خط دیورن هم اینا پیشتر خواستن تاسیساتی را بسازن. مقصر اونا هستن، مسئولیت اونا دارن، حداقل انسان هایی که در کل از اون طرف و این طرف جام شهادت نوشیدن مسئولیتش اونا دارن در دنیا و آخرت. و همچنان ما دیگه از پاکستان گله ای نیست، نه تنها این مشکلی بوده، بلکه ما و شما دیدیم که تا بیش از 3 دهه مصروف سازماندهی یا تربیه کسایی که اونا قاتلین مردم افغانستان، مردم منطقه و مردم در کل قاتلین بشریت هستن. اونا مصروف امی هستن و بزنسشان امی هست و خود پاکستان از روزی که پروژه ایجاد خود پاکستان مطرح شده، ماموریت از او امی بوده که وحشت و دهشت در منطقه و جهان سازماندهی میکنه، نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه و جهان. و یک مثال کوچکش هم موضوع تورخم بوده که در اونجا چندین نفر از هر دو طرف جام شهادت نوشیدن، تعداد هم زخمی شدن و چند روزی هم که شهراب بسته بود، میلیون ها دلار از هر دو طرف، چه تاجر پاکستانی بود چه تاجر افغانی بود، اونها خسارمند شدن. همه مسئولیت های زیر پاکستان بود، هر دو طرف نبوده. یقینا جنگ خب هیچ وقت به نفع هیچ کس نیست، جنگ و پاکستانی ها هستند که از جنگ به نحو دیگه بهره برداری میکنن، اونا حرف دیگه دارن، ولی در کل جنگ به نفع هیچ کس نیست. اما آقای یار، پاکستانی ها ابراز داشتن و از طریق رسانه هایش هم نشر شد که در مورد ایجاد تاسیسات نظامیشان از قبل با دولت افغانستان اینا هماهنگی داشتن. اونا گفتن که ما با سفیر افغانستان آقای زاخلوال ما تفاهم کردیم. آقای زاخلوال گفت اصلا ما هیچ تفاهمی ندارم. پس مسئله چی قرار است؟ ببینین، اگر اونا کدام سند دارن که آقای زاخلوالی تفاهم کرده یا کاغذی را امضا کرده، بفرمایید بر مطبوعات نشان بدن. تاریخ ما و شما هیچ چیزی را ندیدیم. و اگر کدام تفاهم شفاهی بوده باشه، خب آقای زاخلوال منکر هستن و میگن که ما این کارو نکردیم. و حتی آقای زاخلوال در فیسبوک خود نوشته کرده که هرگاه تاسیسات ساخته شود در کل ما دیگه ما نیاز به ادامه ماموریت ما در اینجا نیست. ما ببینیم که اگر تاسیسات اونجا ساخته میشه، یقینا آقای زاخلوال دیگه ماموریت خود ادامه نمیده. بنان این گپ تهمت بوده، این گپ پاکستانی ها، و خدا کنه هم که تهمت بوده باشه و آقای زاخلوال کار نکرده باشه. بله آقای، چون صلاحیتش آقای زاخلوال نداشته. این تنش حداقل 6 روز دوام پیدا کرد و آبرین بسیار با چالش های جدی مواجه بودن، کسانی که برای در پاکستان برای مداوا سفر میکردن. بله بله، یقینا این چالشی هست که اصلا پیش پاکستانی ها و
اینکه مدیریت جنگ و فعالیت های استخباراتی و همچنین عملیات ها و کارا را استخبارات پاکستان و فوجش میکنه، پیش اونا اصلا آزار و اذیت مردم، کشتن انسان و آزار و اذیت انسان و در مجموع کی که برای مردم چی میکنن برای اونا ارزش نداره. برای اونا تطبیق پروژه هایشان است که وظیفه دارن که چنین کار باید شوه. متاسفانه که ما نمیتونیم بالای مسئولین استخبارات پاکستان یا مسئولین بخش نظامیش که همه پروژه ها را پیش میبرن حتی نام انسان را بگذاریم، به خاطر از اینکه انسان اینقدر وحشی نمیباشه، انسان اینقدر درنده نمیباشه، انسان اینقدر درد سر بر بشریت ایجاد نمیکنه که امروز اونا ایجاد کردن. واقعا این قابل تشویش است، واقعا برای همه مردم قابل تشویش است و ما احساس داریم که چه قسم انسانهای خاط اینا بودن و چه قسم اینا زندگی کردن، چه قسم اینا تربیت شدن و چی میخوان اینا از مردم افغانستان دیگه چی میخوان. بیش از 3 دهه است که اینجا کشتار است، خونریزی است، بدبختی است، تخریب است، انفجار است، همیشه اونا سازماندهی و مدیریت میکنن و به یک مرکز صدور تروریسم و به یک مرکز صدور بدبختی، به یک مرکز صدور ده ها امراض ای تبدیل شده. اینا چی میخوان بیش از این؟ اینا باید جامعه جهانی از اینا پرسان کنه، شورای امنیت باید از اینا پرسان کنن که برادر ها شما چی میخواین بیشتر از این؟ چه حالت در منطقه و در دنیا شما انداختین؟ چی میکروبی را شما آماده میسازین از این لابراتوارهایتان میکشین که هیچ چیز نمیشناسن، نه انسانیت میشناسن، نه زندگی را میشناسن، نه بشریت میشناسن و حتی جامعه جهانی و کشورهای برخورد تا هنوز نتونستن به نوع بالای پاکستان در همین زمینه که شما اشاره میکنید فشار وارد بکنه. ببینین نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده. پاکستان در حالت انزوا هست، روز به روز منزوی شده میره. ببینین کشوری که بیشتر اینا را کمک میکرد، حتی کشوری که همین امریکا بود سلاح و تجهیزات خود از افغانستان کشید برد برای پاکستان، این نسبت به افغانستان او را بیشتر نزدیک میدانست، ولی امروز تمام کمک های خود بالایش قطع کرده، فروش و تیارات خود بالایش قطع کرد و همچنان همیشه میگه که چالش هایی که فعلا در نه تنها در افغانستان، در منطقه و جهان در رابطه با تروریسم است، منشأش پاکستان است. اما در این مسئله چرا امریکا که یکی از حامیان افغانستان است و همیشه گفته که ما از خاک افغانستان دفاع میکنیم در صورتی که خاک افغانستان در خطر باشد، چرا در این مسئله، در مسئله ترخم میانجیگری نکرد؟ اونا گفتن که اونا برشان میانجیگری، وقتی میانجیگری صورت میگیره که هر سوالی باشه که کدام طرف مسئول است، اون برشان ثابت است که مقصر پاکستان است و در زمین اونا اعلامیه دادن که ما قابل تشویش است برای ما، وقتی که قابل تشویش اما گفتن که ما در این مسئله خود را شریک نمیکنیم. تو وقتی که ببینین فرق بین یک کلمه ای را اونا چیز کردن، اونا تعبیر خودشان است، اونا تشویش خود ابراز کردن. بله. وقتی که انسان در یک قضیه تشویش ابراز میکنه و ناگزیر میشه برای تصمیم گیری، این امریکا در صدد ازی بوده و ناگزیر است که باید تصمیم بگیره. امروز میگه که ما در مقابل تروریسم ما هم از قوتهای هوایی خود استفاده میکنیم، ما هم در جنگ پیاده با منصوبین قوای مسلح افغانستان ما هم گام خواهد بودیم. بنابراین اینا هم یک تعرض است، اونا مسئولیت دارن. اما این تنش امروز حل شد و امریکا هیچ مداخله نکرد، حتی میانجیگری هم نکرد. من متوقن هستم که پاکستان تهدید شده باشه از طریق جامعه جهانی، به خاطر از اینکه اونا بسیار بیشرم و بیحیا هستن. تا زمانی که فشار بالایشان نبیه اونا برای حرفای معقول تن نمیتن. این باز شدن شهرها یا باز شدن ترخم یک حرف معقول است و اونا بسیار ماجراجو هستن. تا زمانی که فشار سرشان نبیه به یک چیز معقول هم تن نمیتن، اونا با ما جا طلبی های خود ادامه میتن. پاکستان چرا میخواد به اثبات برسانه با این کارهایش؟ پاکستان چون پیشتر هم گفتیم که در حالت قرار گرفته، در حالت مجنون است، حاله آل دیوانه شده است. میبینه که چین هم تقریبا برشان گفتن قبلا که امیدوار هستیم پاکستان چیزایی که در مذاکرات چهار جانبه شده با او عمل کنه. اینه هو هم پیام خود برشان رسان. اروپا هم دیدگاهش روشن است و شما دیدین در کانگرس امریکا که صدر اعظم هند اونجا رفت و در کانگرس به حد استقبال شد که استقبالی که از صدر اعظم هند شد او سلی بود بر روی پاکستان و
به او اختاری بود برای پاکستان، اونا دیگه درک کردن که دیگه در سطح دنیا برای خود جایی ندارن. و در کل هم از ابتدا هم کمی پاکستان ایجاد شد، یک پروژه بود، یک پروژه بود برای تهدید منطقه، یک پروژه بود که در اون زمان ایجاد شد. فکر میکنید که احتمالش را نسبت به کشورهای دیگر از دست داده؟ من در کل میگم که مثلی که پروژه طالب در افغانستان ختم شد، پروژه پاکستان هم در دنیا ختم است ان شاء الله. پس با این کارش که حالا در برابر دیگر کشورهای اعتماد هم نداره، فکر نمیکنید در حرج مرج ها بیشتر دخیل شود؟ ببینین قدر هم مایوس نباشیم. یکی که خود قوای مسلح قهرمان ما یک مورال عالی دارن و چالشی که ما داریم از لحاظ تجهیزات نظامی داریم، امیال سلاح توپچی زمینی نداریم، توپچی دافی هوا نداریم، امیال زرهدار نداریم، ولی امید ما به خدا و امید ما برای جامعه جهانی است که امروز امریکا هم میگه ما کمک میکنیم، چین هم میگه ما کمک میکنیم، روسیه هم آمادگی نشان دادن که ما کمک میکنیم، امیال معین وزارت خارجه ما و روسیه تشریف دارن. وقتی که ما تجهیزات خود ما بتانیم اکمال کنیم و همچنان در مسائل کشفی و استخباراتی وسایلی را که نیاز است برای ما جامعه جهانی ما را کمک کنه، ما هیچ راهی از پاکستان نداریم، به خاطر از اینکه پاکستان که همه قدر خیز میزد به کمک‌های دنیا، خیز میزد پاکستان که خیز میزد به کمک‌های آمریکا، خیز میزد کمک‌های چین، خیز میزد از طرف اونها تمویل میشد، سلاح‌های پیشرفته از طرف اونها در اختیارشان قرار میگرفت. چون متاسفانه در 14 سال گذشته حکومت بسیار ضعیف بود، نتونست که جامعه جهانی را قانع بسازه، اعتماد دنیا را با خود جذب کنه که واقعا ما سلاحی که شما کمک میکنیم، تجهیزات که شما کمک میکنین، ما از این به شکل درستش در مقابل ترور روستا استفاده میکنیم. همین ظرفیت حکومت گذشته یا نداشت یا قصدا نخواست، یا افراد و اجیر استخبارات پاکستان بودن که نمیتونستن چون این کاری را بکنن، هر چیزی که بود مربوط به اونا میشه. ولی امروز که ما میبینیم تا حد گام هایی که مانده میشه برای اعتماد سازی در رابطه با جامعه جهانی برای ما قابل دید است و قابل لمس است. امیدوار هستیم که این بیشتر شود و در یک نقطه هم که حکومت وحدت بیشتر توجه کنه که افراد و اشخاصی که وابسته به استخبارات پاکستان هستند و استخبارات بیگانه هستند و اینا از طریق مطبوعات، از طریق رسانه ها و از طریق ارگان های کشفی استخباراتی تثبیت شدن، حکومت وحدت ملی هم یک خانه تکانی کنه، همی افراد پلید از دامن پاک حکومت وحدت ملی، یعنی اینها در داخل نظام افغانستان حضور دارن. بلی، ما شما از طریق وسایل اطلاعات جمعی شنیدیم که بیشترشان هستند، بیشتر افرادی هستند که باز بیشتر میتونن ارگان های کشفی و استخباراتی تثبیت کنن. حکومت و رهبران حکومت سریزی کار میکنن، یقینا اونا متوجه هزی شدن. امیدوار هستیم که مشکل سب همه کارها به یک روز نمیشن. امیدوار هستیم که همین وظیفه خانگی خود هم حکومت وحدت ملی انجام بده با امید دستاوردهایی که در رابطه با ایجاد پروژه ها، در رابطه با ایجاد اعتماد سازی بین جامعه جهانی، در رابطه با ای که پاکستان تانست تا حد نقش داشته باشد در منزوی شدنش، حکومت وحدت ملی همه هزی یک دستاورد است. همین یک کار خانگی خود هم بکنه، همین افراد پلیدی که مربوط به استخبارات بیگانه هستند، اسناد و شواهد و مدارک که در موردشان داره حکومت وحدت ملی، همینا را هم از دامن پاک مردم افغانستان دور کنه. سپاسگزارم آقای محمد عمر عیار، رئیس حزب افغانستان واحد، از اینکه در بحث حضور گرفتید. تشکر از شما. اما حال همکارم بابر را در ادامه برنامه آغاز روز همراهی کنید. سلام مجدد و شما خسته نباشین. سپاسگزارم. با آنکه زنان افغانستان با خشونت‌های مختلف از سال‌ها بدین سو مواجه هستند، اما برای دستیابی به حقوقشان تلاش می‌کنند. زنان با تلاش‌های شبانه‌روزی‌شان واقعاً به اثبات رساندند که نیم از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند. اما زنانی که در شمال افغانستان به سر می‌برند یا زندگی می‌کنند، با چه چالش‌های مواجه هستند و وضعیتشان چگونه است؟ آیا از سوی دولت و سکتورهای خصوصی زمینه کار، زمینه تحصیل و زمینه رشد برای خانم‌هایی که در شمال افغانستان زندگی می‌کنند هم شده یا خیر؟ برای بحث بیشتر خانم پلواش اچکزای، آگاه امور سیاسی، از استودیوی بلخ در برنامه حاضر شدند. خانم اچکزای سلام، صبحتان بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام به شما و صبح شما بخیر و از طریق تلویزیون شما سلام خود را به تمام هموطنان عزیز تقدیم می کنم و مای نزول قرآن، مای پربرکت رمضان را برای تک تک شان و برای شما همچنان تبریک عرض می دارم. سپاسگزارم. اگه اشاره کوتاه در مورد وضعیت زنانی که در شمال افغانستان زندگی می کنند داشته باشین، با چه چالش های مواجه هستند و وضعیتشان اکنون چگونه است؟
خب قبل از اینکه روی چالش ها و فرصت ها و راهکارهایی برای زنان جنوب شمال بریم، میخوام یک چیز را تشریح کنم که زنان در کل نقش تاثیرگذار در ادامه تکامل اجتماعی که تولد بوده، رشد بوده، بلوغ بوده و همچنان شگوفایی بوده داشته و همچنان نقش تاثیرگذار در کشورهای جهان اول، دوم، سوم در تغییر تحول و توسعه و نوسازی زنان داشته و تانسته که نقش تاثیرگذار را همچنان در آباد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نیز اینا ایفا کنند. میاییم روی بحث وضعیت زنان در زون شمال. زنان از لحاظ اینکه چقدر فرصت ها داره مطابق همو استراتژی انکشافی ملی که تا سال 2020 است مشارکتشان از رهبریتشان از در اولویت قرار داشته، حداقل بیشتر از 30% زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی نیز اینا وظیفه دارن و همچنان اینا وظیفه خود ادامه میتن. اما بنابر اینکه تعدادشان تا حدی که بیشتر نیست، یعنی از 30% هم باید به حد 50% برسد، برخی از چالش های است که او در کل خود افغانستان امو 34 حالتش مقابله با او چالش ها میکنه که با برنامه های گسترده و آگاهی سازی و آموزشی نیز او نیاز دارد. یک اشاره کوتاه در مورد نه تنها زنانی که در بلخ زندگی میکنند بلکه در شمال افغانستان، مثلا بلخ از جوزجان، از فاریاب، از سرپل است، شاید شما آگاهی بیشتر هم داشته باشین. چگونه است وضعیتشان؟ زمینه کار برایشان چگونه است؟ آیا مساعد است؟ آیا با وضعیتی که حالا مواجه هستند قناعتشان حاصل شده یا خیر؟ خب نخست میریم روی امو فرصت های کاری که زنان در زون شمال، یعنی امی چند بخشی که مربوط زون شمال میشه، فعالیت های همچنان دارند. بخصوص در ولایت بلخ همچنان شبرغان، سرپل، میمنه، سمنگان و سایر ولسوالی های کوچک قرا و قصبات اینا فعالیت های خود تا عد زیاد دارن. بخصوص در بخش تجارتی زنان در این اواخر بیشتر فعالیت های داشتن که سرای دستی بودن و ایجاد کارخانه های خیاطی بوده به خاطر ابو پیشرفتشان. اما بنابر مسائلی که بعض هایشان نیز شکایت هایی که دارن، آن هم از چالش های است که نه تنها در بلخ بلکه در 34 ولایت افغانستان این چالش ها عمدتا وجود دارد. یکیش است که امو شگاف های سنتی هست که در طول تاریخ در تمام کشورها بوده، بخصوص در کشورهای جهان سوم که افغانستان هم بدبختانه جز از کشورهای جهان سوم میباشه، و دومی که عدم امنیت، یعنی احساس ناامنی دارن که از خانه براین و همچنان فامیل هم اجازهشان نمیدن. بعض اوقات امی عدم امنیت باعث ازی شده است که از فرصت ها اینا پس بانن و مانع مشارکتشان در بخش های مختلف شود. بر علاوه از انواع خشونت ها، گسترش خشونت ها باعث ازی شده است که زنان نتانن مشارکت گسترده در بخش های مختلف داشته باشند. بر علاوه از جاگزین شدن سنت های ناشایسته که به عنوان فرهنگ امروزه در افغانستان در حال گسترش است، بخصوص در برخی از بخش های زون شمال که بعض از خشونت های واقعیت غیر انسانی که دیده می شود، آن هم از امو عدم آگاهی هستند و همچنان از امو سنت های ناشایست است که در حال گسترش هستند که هیچ کدام برنامه ریزی که واقعیت بتانند که دستاورد مثبت داشته باشد تا فعلا صورت نگرفته است. و یکی از چالش های عمده در فراروی مشارکت زنان در سمت شمال نیز شده است. خانم اچکزای، و برای برطرف کردن این چالش هایی که حالا شما اشاره میکنین، خصوصا خشونت، نهادهای مدافعین زنان که در سمنگان، در بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل فعالیت دارن چقدر دست به کار شدن تا این مشکل ها برطرف شود و حل شود و زنان بدون هیچ چالشی که به آن مواجهشان فعالیت داشته باشند؟ خوب اگر یک نگاه تاریخی پرتیم، از 11 سپتامبر به بعد سه تغییر گسترده که آمد، چگونه این نهادها شکل گرفت میریم سر ازو که اولا شکل گیری دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود و رئیس جمهوری که با انتخاب خود مردم برگزیده شد، و دوم قانون اساسی افغانستان بود، و بعد قانون اساسی توجه به جایگاه حقوق زنان، نقش زنان و انواع حقوق زنان نیز بود. روی این عرصه بخش برنامه‌های برای زنان در نظر گرفته شده بود که بعضی‌هاش به وحدت
هامان، بخصوص ماده 22 که انوس هم در یک تناقض قرار داره، یعنی تبعیض جنسیتی بین زن و مرد انوس هم در دوائر دولتی در بسیار بخش ها وجود داشته، با وجود از اینکه بیشتر از 21 نهادهای فعال در زور شمال یا سمنگان یا خود مزار شریف یا میمنه و بعض از بخش های دیگر اینا فعالیت هایی دارن در مدافع حقوق زنان هستن، باز هم دستاورد مثبت نداشتن، اگر داشتن هم خیلی کم است، به حد امو 50-50 نیست که زنان باید حق 50% را داشته باشن، سمگیریشان در دوائر دولتی در دوائر خصوصی باید در اساس 50% یا در بخش های فعالیت هایشان باشه. بنابراین این موضوعات اینا نترسته که دستاوردهای مثبت داشته باشه، بر اساس از اینکه بیشتر توجهشان به مادیات بودن، به معنویات، نیک یک تغییرات گسترده ای را بر اساس آموزش و آگاهی دهی برای خود مردم بیارن، چون که اینجا افغانستان است، این که خشونت در آلا گسترش است تنها این نیست که علی زن باشه، حتی علی کودک، علی مرد، علی زن، علی تمام اینجا خشونت ها وجود دارن، حوالا یک لحاظ نیست که برای زینها امو تعریف انسانی را تحت آموزش و آگاهی بر تمام اقشار مختلف ببینن، و دومی که یک اراده امگانی که دولت باشه، نهادهای مدنی باشه، نهادهای مدافع حقوق زنان باشه، حقوق بشر باشه و همچنین جوانان و علمای ما باشه، یک اراده عمومی وجود نداشته که مبارزه جدی در مقابل این موارد که چالش ها در آلا گسترش است صورت بگیره. بنابراین نهادها نتونسته دستاورد مثبت تا 13-14 سال داشته باشه، اما باز هم اگر بتونن که یک اداره سالم را اینا ایجاد کنن که مشارکت زنان را اینا نظارت کنن از طریق از او، میتونن که یکی از راهکارهای درست به خاطر جلوگیری از همین بحران مشارکت زنان نیز شود، چون که در افغانستان عموما که ما میبینیم بحران مشارکت در حال گسترش است، اما این بحران مشارکت بیشتر آسیب خود بر زنان نیز وارد کرده، پس زنان اگر میخواهند که اینا مشارکتشان رشد بدن، یکی از موضوعات اساسی ای است که اینها یک جنبش را شکل بدن، منسجم شوند، متحد شوند، مدافع حقوقشان خودشان شوند، منتظر آن پروژه هایی نباشند که کوتاه مدت به خاطر تطبیق نمودن برنامه های خود می آیند، باید جنبش زنان را تشکیل بدن که از طریق ازی بدانند حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و انواع حقوق خود را نیز مدافعش باشند. در علاوه ازی خود وزارت زنان یکی از راهکارهای مهمی که باید داشته باشد این است، این خشونت هایی که در 34 ولایت افغانستان صورت می گیرد، حتی در خرابترین مملکتی که در خرابترین وضعیتی که سوریه و مصر است در آنجا صورت نگرفته، باید یک کمیته را تشکیل بده که تا آن زمانی امو قضایای خشونت آمیز اینا ادامه بدن، امرای نهادهای عدلی و قضایی تا که دستاورد مثبت می داشته باشد قضیه را حل میکنن، دوباره در رسانه ها مانند رسانه های شما که یا دیگر رسانه هایی که واقعیت خبر حقیقت می رسانن، بشینن با مردم و نهادها اطمینان بدن که این قضیه را حل کردن، تا اینچنین باشه که با خشونت ها با آن بحران های مشارکت نیز اینا مبارزه کنن. خانم اشکزا، صحبت های شما معلوم میشه که تا هنوز هم زنان متحد نشدن، یک پارچه نشدن و منسجم نشدن، پس خود زنان برای بهبود وضعیت خودشان چقدر دست به کار شدن، خصوصا زنانی که در شمال افغانستان بسر میبرند؟ بله، این واضح هست که در این اواخر ما اگر انواع خشونت هایی را که ما در آل گسترش میبینیم، یکی از خشونتی که در این اواخر بدبختانه مشاهده میشه خشونت زن علی زن نیز است و زنان منسجم نیست، متحد نیست. اگر متحد منسجم میبودن دستاورد مثبت در طول این چند سال نیز میداشتن، اما با آن هم نادیده نمیگیریم زنان هستند که فعالیت های زیاد میکنن و در بخش های مختلف امروزه اینا فعالیت های میکنن و زنان هستن، شبکه های را ایجاد کردن، نهاد های را ایجاد کردن، البته به حد 50% اگه باشن نیست، به حد 25% این شبکه ها تلاش کردن که تا زنان را بتانند در بخش های مختلف اینا را پیشرفت بده. بخصوص یکی از مثال ها داده میتونیم 14 زنی که در بخش نظامی امروز فعالیت دارد و 400 دیگری در حال رجستریشن است که داخل به این نظام برن و در وطن خدمت کنن، این یکی از دستاوردهای آن نهادهایی است که تلاش کرده برای حقوق زنان، اما با آن هم که بر اساس
اساس اصل ماده 22 می باشد، بر اساس حاصل مساوات می باشد، هنوز هم کم است. باید زنان قسم مشارکت داشته باشند که برامو اصل 50% است، چون نیروی پیکر از جامعه را تشکیل می دهد، تعداد یک خانواده است، اولاد سالم را برای وطن اینا تربیت می کند، پس می تواند که از قدرت والای برخوردار باشد، مانند مردان در تمام بخش ها اینا فعالیت هایی داشته باشد. یعنی ما آن بعض شبکه هایی که واقعیت دستاورت های مثبت دارند نادیده نمی گیریم، چون که اگر یک مقایسه کنیم قانون اساسی افغانستان با قانون اساسی اروپا، دیده میشه اروپا بعد از 50 سال قانون اساسیش توانست یک زن وارد بخش نظامی شود، هم افغانستان که قانون اساسی دموکراتیک ترین قانون اساسی شمی قانون اساسی اواخرش است، توانست که در طی 13 سال بتانه که بیشتر از 400 زنان در داخل بخش نظامی نیز اینا فعالیت کنند، برالوزی در بخش های سیاسی، در بخش های اجتماعی اقتصادی. اما بنابر این که در افغانستان زنان وابسته به اقتصاد مردان هستند و همچنان بعض از مشکلاتی که خشونت هایی که در آلا گسترش است بر یک مبارزه عمگانی ضرورت داره، یعنی نه تنها ای که زنان متحد شه، بلکه دولت یک اراده واقعی داشته باشد، آن استراتژی انکشافیش که تا سال 2020 است تا که باشد که توسط نشست بروکسل یا توسط نشست ورسای که سه دونی مباد بخیر صورت میگیره و رئیس جمهور مجبور است که به خاطر مشارکت زنان آنجا دستاورد مثبت خود را بیان کنه، منتظر به این نشینند، بلکه خودشان بر اساس همو استراتژی که تا سال 2020 به خاطر رهبریت مشارکت زنان در نظر گرفته است، کمیته های را در 34 ولایت نظارتی به خاطر مشارکت زنان ایجاد کنه تا باشد که یک مبارزه عمگانی علیه مشارکت زنان صورت بگیرد و مشارکت زنان نیز ارتقا پیدا کند. اما شما در جریان صحبت های قبلیتان هم اشاره کردین که نهادهایی که مربوط به زنان میشه و از حقوق زنان دفاع میکنن، توقعات زنان که از این نهادها زنان توقع داشتن توقعاتشان برآورده نشده. فکر میکنین که متحد نبودن زنان در جریان 1.5 دهه گذشته میتونه یکی از عوامل باشه که در این اواخر خشونت علیه این قشر افزایش پیدا کرده باشه؟ بله، آن که گفتم نشده بر اساس اصل مساوات نشده، اما آنه که اشاره دادم تا بر اساس 30% صورت گرفته است، اگر ای که باشه ما با بحران مشارکت زنان اگر بخوایم مبارزه کنیم بر اساس اصل 50% بیارین، بله متحد شدن زنان چون که نیمی پیکر از جامعه هسته و همچنان حتی گفته میتونه که 51% نفوذ جهان زنان تشکیل میده، پس تعداد زنان بسیار زیاد است. اگر اینا متحد شوند در مقابل حق و حقوق و شان در بخش های مختلف اینا دفاع کنن، با هم دیگر پذیری در بینشان با وجود بیا، همگرایی با وجود بیا، این نه که این جوان است یا این بزرگ است یا قسم شبکه همه چند بزرگان نخبه که در رس هستن جوانان را وقت نتن و یا جوانان شبکه که ایجاد میکنن بزرگان را خبر نکنن، چنین نمیشن. باید در کل اینا از همون جنس زن گفته میشن که نیمی پیکر از جامعه هستن، پس باید اینا منسجم شون تا بتونن که حداقل با امو تلاش امگانی یک جا شده با دولت، با نهادهای حقوقی، با علمای معرفت اندیش ما، با مبارزه جوانانی که به خاطر حقوق زنان میکنن، تا باشد که برامو اصل مساوات 50% برسد. یعنی ناگفته نباید من اگر من مقایسه قانون اساسی ما رو با قانون اساسی کشورهای جهان دوم حوال دادم به این خاطر که یعنی افغانستان پس نمانده که زنان مشارکتشان بیخی به صفر رسیده باشه، به حد 30% است، اما باید ما تلاش کنیم، منسجم شویم، متحد شویم، از حقوق خود متحدانه دفاع کنیم که بر اصل 50% برسیم. بله خانم اچکزه، شما میدونید که زنان در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات شوراهای ولایتی و در انتخابات پارلمانی سهم گسترده‌ای داشتند و زعیم در انتخاب زعیم ملی هم نقش بسیار بارز را ایفا کردند. همین زنانی که در پارلمان راه پیدا کردند و زنان برشان رأی دادند یا در ریاست‌های مستقل حالا کار میکنند، حتی در رأس وزارتخانه ها قرار دارند، اینها برای بهبود وضعیت دیگر زنانی که در شمال افغانستان یا دیگر ولایات دوردست افغانستان زندگی میکنند چقدر دست به کار شدند تا خشونت علیه زنان کاهش پیدا بکنه یا مشکلات زنان برطرف شود؟ خوب اول خوب بگویم که زنان که رای دادن، در کل تمام زنانی که در افغانستان بودن رای دادن، به همون کاندید هایی که برنامه هایی داشته برای زنان، او وعده های ناحق بوده و به خاطر زنان هیچ برنامه ریزی از طرف دولت جدی صورت نگرفته. اگر استراتژی انکشافی ملی هم است، دستاورد مثبت تاهان اره نداشت که در نشست بروکسل سران ناتو خواستار ازی شد که چرا مشارکت زنان در افغانستان در حالت بحرانی قرار داره و در نشست
عرصه‌ای بعدن که نشست بعد از بروکسل صورت میگیره، گفتم دستاورد مثبت میخواد جناب رئیس جمهور. و دومی که خود زنانی که در رأس قرار دارن، ما وقتی که از حق صحبت میکنم باید آن حقایق را صحبت کنم، بیشتره، یعنی یک حد کمترش است که بر اساس لیاقتشان یا بر اساس پشتیبانی مردمی داخل خانه ملت رفتن یا در رأس سیاست قرار دارن یا در وزارت ها قرار دارن، اما بیشترشان با پشتیبانی ازبی، با پشتیبانی پولی، با پشتیبانی سیاسی در اوج قرار دارن. وقتی که در اون مقطع قرار گرفتن، هیچ آه و ناله آن زنانی که بیرون هستن نشنیدن. هر میشنویدن آنقدر قضایای جنایت آمیز، یعنی قضایایی که حتی در طول تاریخ در جهان صورت نگرفته که در افغانستان صورت گرفته، ما نمیداشتیم. بناهن عزمی دریچه خوب شد که یک فرصت برام پیدا شد که برشان بگویم که لطفاً آنقدرم راحت اونجا نشینید شما، چون که نزد خود و نزد وجدان خود و نزد خداوند جل جلو جوابگو هستید. پس از حقوق آن زنانی که بینیشان گوششان بریده میشود تا اینکه قبل از اینکه به سازمان ملل متحد برسه و نشستهای رسانه‌ای توسط یک زن افغان صورت بگیره و گوش بینی از او موضوعات منفی در جهان نشر شود، خوبتر میشه که شما یک برنامه‌های مفیدی داشته باشید تا به وزارت زنان بتین خواستار حق حقوق او زنان شوید. و همچنان زنانی که نتوانسته در آب در این بخش سیاست فعالیت کنند، آن هم از اون وابستگی اقتصادیشان بوده که با مرد است و همچنان امکانات و فرصت‌ها به دستشان نیست. عموما زنان در اونجا قرار می‌گیرند که با پشتیبانی ازبی بوده یا تجربه رهبریت در قبل داشته یا اگر نداشته هم پولش تا آنجا رسانده. اما اینکه ما زنان داشته باشیم که نخبه هستند، در رأس قرار دارن، فعلا در رأس شبکه‌های زنان، اگر از اون زنان ما در داخل خانه ملت داشته باشیم یا جوانانی که میتونن مبارزه کنن در مورد حقوق زنان در خانه ملت داشته باشیم، میتونیم که دستاورد مثبت داشته باشیم. در کل در فعلا اگر می داشتیم دستاورد مثبت، مردم ازشان راضی می بود و انواع خشونت‌ها کاهش می‌یافت، گسترش نمی‌یافت. حتی خشونت فرهنگی است، اگر جنسیتی است، اگر خشونت مالی است، جنسی است، در آل گسترش است. این که در آل گسترش است، دستاوردهای منفی آنها را بر ما نیز خودش راپور می‌دهد. پس لذا ما گفتم می‌تونیم که آن کاندیدای ریاست جمهوری هم که وعده نموده است بر زنان، آن هم دستاورد مثبت نداشته، آن زنان هم که در رأس سیاست قرار دارند، اگر 15%شان تلاشای برای زنان کرده، بقیه هیچ تلاش نکردند، فقط به خاطر امو مقام خود تلاش کردند و پیش رفتند یا بر اساس امو فواید ازبی خود نیز کار کردند یا بر اساس پشتیبانی سیاسی خود یا اینکه طرفدار دولت است و دولت در خانه ملت پشتیبانی میکنه، به او خاطر آنها آنجا قرار دارند. این که کسی واقعیت مبارزه جدی به خاطر حقوق زنان کنه نبوده تا اونجا، اگر بوده هم بسیار کم است. بله خانم اشکزه، اینجا سوال مطرح میشه، پس چرا زنانی که در شمال افغانستان یا در سایر افغانستان اینا زندگی میکنن منسجم نمیشن، متحد نمیشن تا فرد را یا زن را انتخاب بکنن در انتخابات پارلمانی، شوراهای ولایتی که واقعا کارکشته باشه، مجرب باشه و در سالهای گذشته برای بهبود وضعیت زنان کار کرده باشه؟ چرا این گونه زنان را در پارلمان یا در دیگر جاها نمیفرستن تا حداقل پل ارتباط میان زنان و دولت شوه؟ خوب، یکی از عامل اساسیش که زنان در زون شمال خوا تا حد منسجم هستن، تا حدی که به حد 35% متحد هم هستن، اما اینکه در سطح افغانستان چرا متحد نیستن برمیگرده به اون فاکتورهای اکولوژیکی، آن مرزبندی های زینی که در بین تمام مردم افغانستان وجود دارن، یعنی شمال، جنوب، شرق، غرب یکم پذیر نیستن، یکی دیگر خود نمیپذیرن، گاهی در انوار ازاره، پشتون، تاجک، ازبک با هم دیگر اینها مشکل تا می داشته باشن. بر اساس همین مشکلات نتوانست زنان هم نیز منسجم شوند و همچنان یک رهبری که واقعیت باشه که اینها را منسجم کنه، در خود امی رأسی زنان که یک رهبر زن باشد که اینها را منسجم کنه، با یک اراده قوی، با یک پشتیبانی مردمی بیاید، چون که نمیتونه یک کس تنها رهبریت بگیره. یک رهبر قدرت اساسیش امو قدرت کاریزماتیکش می باشه که برش مشروعیت می بخشه، پشتیبانی داشته باشه، صورت نگرفته. بنا امی شکل گیری خود جنبش زنان میتونه که تمام این سوالای شما را پاسخ بگوید، آن هم به یک برنامه گسترده آگاهی و آموزش دهی او ضرورت داره، چون که تا حال نشده. اما در زون شمال ما داریم زنانی که تا عده خود نیز اینا تا جایگاهی رساندن که اگر جنبش زنان را تشکیل ندادن، اینا شبکه ها و کمیته های را ایجاد کردن که توانستن آن زنان را نیز در اونجا منسجم بسازه و مفکوره های چونه بگیره. اما با آن هم اوج
که جوانان در او بخشا قدر نیستن، همون خانمای کلان هستن که قبلا بودن. ما از پیشم به این تقاضا دارم زمانی که میخوان زنان منسجم کنن، حتی همون دختران جوانی هم که در خود پنتون ها در حال تحصیل هستن و همچنان در مکاتب هستن، تمام اینها را منسجم کنن. وقتی که منسجم میگن یعنی یگانگرایی داشته باشن و تماسی که در بین تمام 34 ولایت بین زنان باشه وجود نداشته، که برمیگرده به برنامه ریزی خود وزارت زنان که عموما ما کاندید ضعیف در رست داشتیم. اگر ما کاندید قوی می داشتیم با یک اداره و مدیریت سالم می آمد و یک تغییرات مثبت را به خاطر منسجم ساختن و اینکه زنان بتونن از حقوقشون دفاع کنن و از بحران مشارکت برایم، ما نیز دستاورد مثبت می داشتیم که تا فعلا نداریم. میخواستم در مورد میزان خشونت علیه زنان، خصوصا محکمه های صحرایی که زنان با آن کشانیده مجازات میشن در سمت شمال داشته باشم. این خشونت چگونه است در شمال افغانستان؟ به چه حد است؟ خب بدبختانه که یکی در طرف هیات و دیگر در طرف زون شمال خشونت های محکمه صحرایی و همچنان برخی از خشونت هایی که دست و پای زنان بریده شده در این اواخر گسترش یافته. آن هم در مرکز ولایت نیست، یعنی در خود مزار شریف ما هیچ خشونت را تا فعلا، یعنی به حدی که دیده میشه در دیگر ولایات دیده نشده. آن هم کم که وجود داره بر اساس سنت های ناشایست است که جاگزین فرهنگ شده که هم با مبارزی همگانی ضرورت داره. همه در قرا و قصبات و همچنان در مناطق دور دسترسی که صورت میگیره آن هم از دلیل ناهمی هسته. اگر امنیت وقتی که تامین میشد باید در کل امنیت تامین شود در افغانستان، با یک برنامه‌ریزی مستحکم و قوی ضرورت داره که امنیت فردی، اجتماعی، ملی و بین المللی و جمعی نیز تامین شود تا باشد که این گونه خشونت ها پیگیری شود. و آمدین سر نهادهای عدلی و قضایی، این نهادها تا حدی که اگر دیده شود نه تنها این نهادها بلکه دیگر نهادها هم که امی قضایای زنان کجا میرن خودشان آغشته به یک فساد هستند که نتوانستن از دو هفته بیشتر یک قضیه زنی که در خشونت علیه صورت گرفته حتی قلب انسان واقعیت متاثر میسازه، بر از او که یک دستاورد مثبت داشته باشن امو مجرم حضور جزایی درست داده باشن نشده. و بسیار کمه که امی خود بخش معو خشونت علیه زنان که یک رئیس موفق واقعیت دارن دستاوردهای مثبت دارن، اما در کل خود محکمه اگر وقتی قضیه او جمعی رسه بعضی از فسادهای علیه قضایا صورت میگیره، اینی موضوعات باعث ازی شده است که کسانی که خشونت انجام میده بیشتر تشویق شدن و دوباره هم میتونن دیگرانشان این خشونت ها را انجام بده. پس اگر ما بخوایم که همچه خشونت ها را از زون شمال یا تمام 34 ولایت افغانستان در کل محو کنیم، باید یک ریشه‌کنی تمام خشونت ها از افغانستان شود. آن هم به یک مبارزه عمیقانی ضرورت دارد، یعنی نیاز دارد. تنها یک زون شمال یا یک ایراد نمیتونه که علی خشونت ها اینا مبارزه کنه، بلکه باید همیشه زمانی که میخواین یک بحران را برطرف کنن یا بحران هویت، مشروعیت، مشارکت، توزیع و هر بحرانی که باید او یک تلاش همگانی باشد که دولت، حکومت، نهادهای حقوقی، نهادهای حقوق بشر، علمای معرفت‌اندیش و جوانان یک مبارزه همگانی کنند تا کاهش بیابند. چون که آن خشونت هایی هم که در آن مناطق دور دسترس صورت میگیرند اونا آموزش آگاهی ندارند. اگر آموزش آگاهیشان تحت برنامه هایی که در این اواخر پروژه هایی که میاید تنها در مرکز است که باید در ولایت هم بیاید توجه جناب رهبران به طرف ولایت هم اگر شود، این چون این خشونت ها کاهش میابند. و از زمانی که حکومت وحدت ملی شکل گرفته تا به امروز توجهی در طرف سمت شمال اصلا نداشته. آنکه کماتم هم توجهی که بوده از طرف جناب والی یا خود بخشای امنیتی صورت گرفته و همچنان از طریق همی شبکه ها که مبارزه علیه حق و حقوق زنان کرده. اگر یک برنامه، یک اداره سالمی یا یک برنامه مستحکم به خاطر برچیده شدن این خشونت ها شکل بگیره، می توانیم او وقت ما خشونت ها را کاهش بدیم. بغیر از اون
با یک انگشت خود تلاش کردن نمیتونه ما را به مو موفقیت برسانه، بلکه او ده انگشت می باشه که یک چیزی را از زمین میبرده و به جای درست از اون میگذاره. پس خشونت هم همه قسم است، مانند انواع خشونت ها ما مانند ده پنجه کلک خود انواع خشونت ها داریم. ما نمیتونیم با یک خشونت مبارزه کنیم و دیگرش گسترش یا پس به یک تلاش همگانی ضرورت داره تا ریشه کم شوه این انواع خشونت ها و به توجه خود دولت و وزارت زنان نیاز داره، نه تنها به خاطر این ولایت ها. ولایت ها تا حد زیاد تلاش خود را کردن. بینان آخرین پرسش میخوایم از شما داشته باشم، بسیار کوتاه اشاره کنین چون فرصت خیلی کم باقی مانده. شما اشاره کردین برخی از شبکه ها در شمال افغانستان به ویژه در بلخ فعالیت میکنن و فعالیتشان ستودنی است و برای بهبود وضعیت زنان هم گام های عملی برداشتن. آیا این شبکه ها از سوی هیچ گروه به ویژه از سوی طالبان تروریست مورد تهدید قرار ندارن و اگر مورد تهدید قرار گرفته باشند دولت برای برطرف کردن این معضل چقدر گام های عملی برداشته؟ بسیار کوتاه اگر اشاره بکنین. خب در زون شمال مطلب تنست یا تنها در ولایت بلخ؟ تنها در ولایت بلخ چند نهادها و شبکه هایی که فعالیت دارن امنیتشان تامین است، از طرف خود قماندانی امنیه و همچنان از طریق خود پلیس شهری و همچنان از طرف خود مقام ولایت امنیت اینا تا حد تامین است که اینها میتونن اما مشارکت خود داشته باشن. که ما یکی از مثال های از روی یک گزارش با بانو فاطمه حسینی داشتیم که یک مرکز تجارتی را به خاطر رشد صنایع دستی ایجاد کرده بود و یکی از موضوعات اساسی را که بیان کرد گفت امنیت است که ما از خانه بیرون میایم و جمع از زنان ایجا جمع میکنیم و صنایع دستی شان را رشد میدم. اما در قرا و قصبات او برمیگرده به برنامه‌ریزی خود دولت که آن شبکه ها و آن زنان که در بخش حقوق بشری و حقوق زنان مدافع هستند امنیت از اونها را تامین کند تا آنها برن با آن خشونت هایی که در اونجا مخزن شده و گسترش می یابد آنها را طبقه ذکورشان یا تمام آن زنانشان خشونت زن علیه زن سانها را تحت آموزش و آگاهی بگیره تا ریشکن خشونت را از او مقطع کنه. اما در خود ولایت بلخ تا عد خشونتی که در قرا و قصبات و دیگر ولایت دیده میشد در زون شمال نیست و خوشبختانه در یک فضای امن ما فعالیت های خود را پیش میبریم و شبکه ها هم تلاش خود را دارن و تا آله کدام زن با آن عد تهدید نشده. سپاسگزارم خانم پلوش هرچکزای آگاه امور سیاسی از این در بحث ما دریافتین. ممنون. تشکر از شما که بر ما وقت دادین تا چند نقاط عقایقی که بود در مورد زنان و خصوص زنان غمدیده خود وطنم نیز بیان کردم. تشکر از شما. و حالا هم وقفه کوتاه داریم و ادامه برنامه را پس وقفه کوتاه فراموش نکنین. دوباره خوش آمدید و ادامه برنامه آغاز روز است و حالا هم من با برایدین در خدمت شما قرار دارم. همکنون مرور داریم بر روزنامه های چاپ کابل. در روزنامه جامعه باز رستاخیز دادخواهی در کابل حکومت با گروگانگیری مسئولانه برخورد نماید. بیش از 3000 تن از شهروندان کشور در اعتراض به گروگانگیری و آدمربایی در بزرگراه‌های کشور روز گذشته جمعه 28 جوزا در پارک شهر نو در کابل تظاهرات را راه اندازی کردند. این تظاهرات که زیر نام رستاخیز دادخواهی را اندازی شده بود، شرکت کنندگان در آن حکومت را به بی‌توجهی در قبال سرنوشت گروگان گرفته شده هایی که در مسیر بزرگراه کابل تخار در مربوطات ولایت کندز از سوی طالبان مسلح روبوده شده اند متهم ساختند. آنان از نهادهای امنیتی خواستند که تا هرچه زودتر این افراد را از بند ربایندگان آزاد سازند و نیز عاملان گروگانگیری در کشور را بازداشت و به جزای اعمالشان برسانند. معترضان ابتدا در پارک شهر نو تجمع کرده بودند و بعد از آن حرکتشان را به طرف قصر سپیدار ادامه دادند. آنان با سر دادن شعارهای حکومت که مسئولیتش را در برابر شهروندانش ادا کرده نتواند باید کنار برود و عاملان آدم ربایی باید هرچه زودتر به دادگاه کشانیده شوند تا چهارراهی زنبق نزدیکی در ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی پیش رفتند، اما با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند.
طالبان در 11 جوزا نزدیک به 175 مسافر سه موتر مسافربری را در مسیر بزرگ راه کابل تخار در مربوطات ولایت کندوز از موتر پایین کرده و با خودشان برده بودند. بر اساس گزارش ها طالبان شمار زیاد از این مسافران را رها کردند، اما 10 تن آنها را تا هنوز کشتند. گفته می شود که 8 تن از این مسافران هنوز هم در بند طالبان مسلح قرار دارند. معترضان خواستار پایان دادن بر رویدادهای گروگانگیری شدند و میگویند که حکومت باید عاملان این رویدادها را مجازات کنند. معترضان در قطعنامه به حکومت هشدار دادند که اگر به زودترین فرصت گروگانها از بند طالبان مسلح آزاد نشوند، امنیت بزرگراه‌ها تامین نشود و مسئولانی که در حفاظت جان مسافران سهلنگاری کردند بازداشت و محاکمه نشان، آنان به اعتراضشان ادامه خواهند داد. خبر بعدی هم در همین روزنامه نشر شده است که غنی مصنوعی معنوی به عنوان میراث مشترک افغانستان و ترکیه ثبت شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در دیدار با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در کابل تاکید کرده است که مثنوی معنوی و دیگر آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی به حیث میراث مشترک فرهنگی این دو کشور در سطح بین المللی ثبت شوند. در این دیدار که روز پنجشنبه 27 جوزا در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته است، رئیس جمهور گفته است که آثار مولانا متعلق به افغانستان و ترکیه هستند باید در سطح بین المللی نیز متعلق به این دو کشور باشند. بعد از آن که ایران و ترکیه توافق کردند تا مثنوی معنوی را به عنوان میراث مشترک فرهنگی این دو کشور در یونسکو ثبت کنند، حکومت افغانستان اعتراض کرد. از سوی هم وزیر خارجه ترکیه در دیداری که با عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی داشتند، تعهد کردند که کشورش در بخش اقتصادی، ظرفیت سازی و آموزش و پرورش نیروهای امنیتی افغان و کمک هایش ادامه می دهد. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست اجرایی به نشر رسید آمده است که مولود چاوش اوغلو به حکومت افغانستان اطمینان داده که ترکیه از موضع افغانستان در کنفرانس های ورشو و بروکسل حمایت می کند. به گفته وزیر خارجه ترکیه، این کشور بیشترین همکاری های خارجی خود را به افغانستان اختصاص داده که شامل 850 پروژه به هزینه 1 میلیارد دلار می باشد. و ده ها تن از کارگران برکنار شده فابریکه کرکر زغال سنگ بغلان دست به تظاهرات زدند. گزارش ها می رسانند که این کارگران به تعدادشان به 300 تن می رسید. در فابریکه کرکر زغال سنگ بغلان کار می کردند که در این اواخر از وظایفشان برکنار شدند. این کارگران می گویند که شرکت افغان کل زغال سنگ موارد ضرورت خود را از فابریکه کرکر به دست می آوردند، اما اکنون این ضروریات خود را از دره صوف و سمنگان به دست می آورند که صدها تن از کارگران از کارشان برکنار شدن و مسئولان این فابریکه تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردن. برای بحث بیشتر آقای زاکر نوری از خط اسکایپ وصل هستند. آقای نوری سلام، صبحتان بخیر. سلام بر شما، صبح شما بخیر و صبح بینندگان آریانا و آریانا نیوز و آغاز روز بخیر. سپاسگزارم. جزئیات که حالا در دست شما در این زمینه هست با ما شریک بسازین. حالا معترضان به کجا رسیدن؟ آیا با مخاطبانشان روبرو شدن تا هنوز یا نشدند؟ هنوز هم گفتگوها جریان دارند تا ای که بتانند با مسئولین کمپانی افغان کل صحبت بکنند و به نتیجه برسند تا ای که مشکل بیکاری از این حدود 600 کارگر حل شود. تقریبا 520 نفر از کارگرای معدن زغال سنگ کرکر بیکار شده و اینا 60 دانه گارد محافظتی هم داشتن که اینا قبلا سبکدوش شده بودن و اینا کسایی هستن که تعدادشان به حدود 600 تن میرسه، از کار سبکدوش شده و اینا ادعا دارن که هر کدامشان 10 سر عیال دارن و بیکاری در این ماه مبارک رمضان اونا را با مشکلات بیشتر روبرو ساخته. تقاضایشان از حکومت مرکزی امی است، میگن که ما بارها با مسئولان محلی بغلان، اعضای شورای ولایتی و کسانی که در رأس فابریکات سمنت غوری و زغال سنگ بغلان هستند صحبت هایی داشتیم، اما به نتیجه نرسیدیم. لازم است که در رابطه به این موضوع وزارت مالیه، وزارت معدن، وزارت های مربوطه و همچنان رئیس جمهور و رئیس اجرایی مداخله بکنه و مشکلات اونا را حل بکنه و اینا در حالی مشکلشان حوت میگیره و افزایش پیدا میکنه که این فابریکات بزرگ ثقیلی بغلان در سال 1386 به سکتور خصوصی واگذار میشه و از اون زمان تا به حال به سه تجار بگویم یا به سه
شرکت رد و بدل میشه که شرکت سیومی اینا را در چند روز که گذشت جواب داده و با مشکلاتی که در ساعات کرکر که یا نامی او را عنوان کردن اینا را جواب داده و اینا همه بسرنوشت شده و تا هنوز هم در اونجا در زیر سایه درخت ها همشون تجمع کردن و منتظر ازی هستن تا ای که از رؤسای فابریکات سمن بیایه و امرای اینا صحبت بکنه و با مشکل اینا رسیدگی بکنه. آقای نوری، حالا موقعیت این معترضان در کجا هست و میخواین به کدام طرف حرکت بکنن؟ خب اینا از داخل تصدی زغال سنگ شمال برآمدن، همونجا تجمع اولیشان بود، اونجا ریاست بخش سکتوری زغال سنگ شمال و همچنان بخش خصوصیش و دولتیش قلب زدن، آمدن به طرف قسمی که شما میبینین به فابریکه سمنت غوری پل خبری آمدن. اینجا در دست چپ ما در زیر سایه که حدود 500 تن از کارگرها هستن همهشان جمع شدن و منتظر ازی هستن تا یک زمینی صحبت با امی مسئولان محلی ای فابریکات مساعد شود و خواستای زیاد امی است که اگر حکومت به مشکل اینا رسیدگی نکنه و اگر حکومت به داد اینا رسیدگی نکنه فابریکات سمنت بغلان هم قفل میزنن و اجازه نمیدن که سکتور خصوصی لغمینان اونا را از دستشان بگیره. دلیل اونا کارگرایی است که اگر فابریکات سمنت اینا را جواب میده، مثلا سمنت غوری اینا را جواب میده، در قرارداد قسمی آمده که هر دو و یا سه معدن زغال سنگ بغلان به شمول دو فابریکه سمنت غوری همه مربوط دولت یا باید باشه و یا هم مربوط سکتور خصوصی باشه. اینا میگن در صورت که سکتور خصوصی ما را جواب میده، پس معدن تولید سمنت یا معدن فابریکه سمنت دو فابریکه سمنت بغلان هم به حکومت واگذار بکنه تا یک اونا به کار خود ادامه بده و سرنوشتشان معلوم شود. آقای نوری، شما پیشتر اشاره کردین که معترضان قبلا از این مسئله را با مقامات محلی بغلان و همچنان با اعضای شورای ولایتی این ولایت شریک ساختن. تا هنوز مسئولان درجه یک بغلان عکس العمل در برابر این خواست معترضان نشان دادن یا نه؟ خب به گفته کارگرا حل این قضیه و یا حل این ماجرا از توان مسئولان محلی بغلان بلند است تا اینکه خود حکومت مرکزی مداخله نکنه. از چند روز بعد این سو اینا گفتگوهای داشتن، اما ای که اینا دست به راهپیمایی زدن و همه تجمع کردن در پشت درب فابریکات سمنت پل خمری، ظاهرا معلوم میشه که نتیجه قناعت بخش دریافت نکردن و از طرف دیگه دو فابریکه سمنت بغلان هم ظاهرا متوقف معلوم میشه، به دلیل از اینکه هیچ اثری از فعالیت این فابریکه دیده نمیشه. یک دلیل از اینکه این دو فابریکه چرا حالا متوقف است معلوم نیست و ما هم تا هنوز نتونستیم جواب مسئولان محلی این دو فابریکه سمنت بغلان داشته باشیم. اما نماینده حکومت مرکزی آقای ستار بارز در بغلان حضور دارند، چرا برای حل این معضل دست به کار نشدن یا اینکه این صلاحیت از آنها هم نمیتونن که صلاحیت را داشته باشند تا این مشکل را برطرف بکنن؟ خب به گفته کارگرای این دو فابریکه مشکل بیشتر سکتوری بودن این فابریکا خلق کرده. میگه اگر این فابریکا حکومتی می بود، مربوط به حکومت می بود، پلیس، حکومت، نهادهای مربوط به بغلان براحتی می تانستن این مشکل از مجرای قانونی حل بکنه، اما از اینکه سکتور است و کم دستشان بسته است بیشتر و بیشتر مربوط میشه به تصمیم‌های بزرگ که باید از سطح مرکز گرفته شود و والی بغلان چندین نشستی که با اعضای رهبری فابریکات سمنت بغلان داشته و با کارگرها داشته، اموار تعهدش و یا تقاضایش از این طرف جنایمی بوده که به مشکل رسیدگی بکنه و اگر این کارگرها جواب داده میشه بدون شک 600 کارگر هر کدامش اگر 10 ریال داشته باشه حدود 6000 کارگر و 6000 تن و یا بیشتر از او میشه و خود کارگرها هم از این آیه نگرانی داشتن که در این ماه مبارک رمضان و در این فصل بیکاری اونا با مشکلات بیشتر روبرو خواهد شدن. از طرف دیگه هشدارایشان نمی بود که خدای نخواسته مبادا مخالفین مسئله حکومت از این افراد بیکار سرگزگیری بکنه و یک درد سر برای بغلان و برای مردم بغلان ایجاد شود. آقای نوری، بیشتر مخاطبان این معترضان کی هستند؟ حکومت محلی است، حکومت مرکزی است یا سکتورهای خصوصی که در بغلان حالا مسئولیت این معدنها را دارند؟
سکتور سوم خصوصی که تازه فابریکات در قرارداد خود آورده اینا است. حکومت مرکزی است، کسانی که در سال 1386 این تاسیسات بزرگ حکومتی را واگذار به بخش خصوصی کرد، همینا هستند. همواره تقاضایشان همیست که سرمایه بزرگ ملی را در اینجا به بخش خصوصی واگذار کرده و بخش خصوصی هم در طول سال چندین سالی که گذشت کوچکترین اقدام را برای حل مشکلات کارگران نکرده و همواره کارگران در این معادنه که اصلا هیچ انکشاف صورت نگرفته تلفات دادن، کشته دادن و این روزی است که همشان سبکدوش شده و بیکار شدن و از این ناحیه خیلی رنج میبرن. تو هنوز معلوم شده که چرا مسئولان این فابریکه های خصوصی یا سکتورهای خصوصی در برابر خواست معترضان عکس العمل نشان ندادن یا حاضر نشدن که با اینا گفتگو بکنن؟ خب تقاضا کردن که باید نماینده ولایت، نماینده قماندانی امنیت، شورای ولایتی در داخل خود کلوب و یا در داخل خود ریاست فابریکات افغان کول یا افغان سمند صحبت های داشته باشند. اما کارگران را تاکید کردند که بیاید در بیرون به مشکلات اینا رسیدگی بکنند، چون اینا نگران از این هستند که ما با چند نماینده را که اینا میگیرند اینا را بازی بتن و یا اینا را فریب بتن و یا به مشکلات اینا رسیدگی نشه. بیشتر اما طور یک مسئله است. اما این که تا هنوز چرا فابریکات افغان کول مسئولینش با این کارگرا حاضر نشده و از ساعتها به ایسو اینا پشت درب ریاست فابریکات سمنت پلخمری منتظر مانده، ما هم منتظر از امی هستیم تا ای که جواب مسئولین این فابریکا را داشته باشیم. پیشتر شما اشاره کردن که حراس های وجود داره که مبادا این افراد بیکار با صفوف مخالفان مصالح دولت به ویژه طالبان تروریست نپیوندن. این شایعات از کجا بیرون شده آقای نوری؟ این سخن است که کارگرها همواره سر می دادن و گپایی است که کارگرها از این وضعیت نگران هستند و این نگرانی ها در سطح خود بغلان هم اوج گرفته، چون بغلان در حالت جنگ است. نیروهای امنیتی ما بیشتر مصروف مبارزه با کار دهشت افغانی در ساعات سرخ کوتل و چشمه شیر و بغلان مرکزی و برکه و تاله و برفک و دانی و غوری و ساحات مختلف بغلان هستند. از یک سو نیروهای امنیتی اونجا مصروف هستند، از طرف دیگر بخش از حکومت نیروهای امنیتی مصروف تامین امنیتی راهپیمایی هستند و این همه باعث شده که مردم از مشکلات موجود در بغلان رنج ببره و خودی کارگرا هم شعار میدن در صورتی که اگر بیکار بونن و حکومت به اینا و به مشکلشان رسیدگی نکنن پس در این ماه مبارک رمضان چه کار باید بکنن. از طرف دیگر شعار میدادن که به مشکلشان و چالش هایی که صد راهشان واقع شده و بعد تخطی هایی را که سکتور خصوصی و فابریکات افغان کول و افغان سمنت در قراردادی را که با کارگرا کرده بود انجام داده باید حکومت به داد اونا رسیدگی بکنه و به مشکل کارگرا رسیدگی بکنه. بله آقای نوری، برخورد دولت یا پلیس که در محل حالا در مشغول تامین امنیت این معترضان است چگونه است؟ چگونه برخورد کرد با این معترضان؟ از آغاز که اینا حرکت کردن پلیس ملی، امنیت ملی قطع واکنشش، بچه های جنایی همه با جبین باز اینا را بدرخه کردن، برشان تأمین امنیت کردن. در حال حاضر هم در اطرافشان بچه های ارتش ملی، ببخشین بچه های واکنش سری حوضه های امنیتی مربوط به پل خمری هم در اطرافشان است و برشان تأمین امنیت میکنه و خود کارگرها هم همواره صدا بلند کردن که راهپیماییشان مسالمت آمیز است. اگر در صورتی که با واکنش رهبری فابریکات سمنت مواجه شوند مسئولیت خشونت و یا مشکلات پیش آمده که این غیر مسالمت آمیز میشه که برخورد شود به دوش خود. بله آقای نوری، بین آخرین پرسش بسیار کوتاه اشاره کنین، اگر به این خواست جان جواب مثبتی ارائه نشود اقدام بعدی این کارگران چی خواهد بود؟ بسیار کوتاه. بسته کردن رای شمال که نو ولایت به مرکز وصل می سازه بسته می سازن و بسته کردن امی تاسیسات ثقیلی را که شما در بکگراند می بینین، این فابریکات سمنت پلخمری است. در حالی که اینا دو فابریکه تولید زغال سنگ بسته کردن. سپاسگزارم آقای نوری، ممنون. سپاس از شما. از همراهتان سپاسگزارم. برنامه آغاز روز در همین جا به پایان می رسد.